سلام، خوش اومدین، بفرمایید. سلام بهار جون، ممنون از دعوتت. امروز از الف اومدیم برای یه گپ خودمونی. من حاضرم، بفرمایید. خب چه خبر؟ با هوای آفتابی ونکوور چه میکنیم؟ کیف میکنیم، تا این هوا هست باید ازش استفاده کرد دیگه. شنیدم تو هم که خیلی میری لب ساحل و این روزا داری استفاده میکنی. آفتاب پرستم یه جورایی. خب ببینم چی میخوری، کافی یا چایی؟ چایی اگه میشه. خب بهار جون چی شد که اصلا اینفلوئنسر شدی؟ ببین خیلی ماجراش خیلی طولانیه، اما برات خلاصه کنم اینه که من یه آیکونی هستش توی مثلا بلاگرای دنیا به اسم کیارا، که من مثلا وقتی که گریجوییت شدم تو سان فرانسیسکو از مدرسه‌ام، یعنی از فوق لیسانسمو گرفتم، خیلی همش پیج اینو می‌دیدم، وبسایتش رو نگاه می‌کردم و خیلی برام جالب بود که مثلا اون موقع سال 2014 بود فکر کنم، خیلی برام جالب بود که اینقدر این دختر مثلا موفقه و همش هم داره تمام موفقیتش با شیر کردن مثلا استایلایی که میپوشه یا میکاپایی که میکنه اینا بود. اون موقع خب تو ایران هنوز اونقدری اینستاگرام و اینا سر و صدا نکرده بود. دیگه منم شروع کردم، میگم تازه هم چون گریجوییت شده بودم و هنوز کار نمیکردم، شروع کردم مثلا میرفتم توی مغازه های برندهایی که دوست داشتم، شروع میکردم مثلا مچ کردن لباسا با هم دیگه. دیگه من دیدم وا چقدر مثلا طراحای ایرانی خوش سلیقن و واقعا اینا تفلک ها انقدر تو ایران سختگیری هست و محدودیت نمیتونن خودشونو به دنیا نشون بدن. گفتم خب بیام من بیشتر طراحای ایرانی رو معرفی کنم و دیگه کم کم این شکل این صفحه رو به خودش گرفت و بعدم دیگه کم کم یعنی یه ذره دیگه بیزنس هم مثلا شد همین بلاگ و این داستان هم توی ایران دیگه شروع شد و دیگه خیلی بلاگرهای دیگه اومدن، دیگه همه رشد کردن، همه موفق شدن و تا اینکه کی بود مثلا چند سال، 4 سال بعدش یا 3 سال بعدش که دیگه خیلی اوج دوران کاری من بود، ما هم دوتا گالری زده بودیم، یکی توی اسکای سنتر لواسون بود، یکی توی آوان سنتر بود که مثلا لباسای طراحای ایرانی رو پرزنت می‌کردیم و خیلی هم طراح با ما کار می‌کرد. خلاصه تو اوج این داستانا متاسفانه داستانای ارشاد پیش اومد و گفتن که خب تو باید صفحتو ببندی. صفحم بسته شد و یه 2 سال من ممنون کار بودم. بهار جون بچه بودی دوست داشتی چی کاره بشی؟ هیچ وقت فکر می‌کردی یه روزی اینفلوئنسر بشی؟ چه سوال بانمکی، چون که اصولا من بچه بودم هر روز دلم میخواست یه چیزی بشم، ولی بیشترین مین چیزی که دوست داشتم بشم یا معلم بوده یا وکیل یا نویسنده، ولی این که بهت بگم اینفلوئنسر فکر میکردم بشم نه هیچ وقت. یعنی واقعا خیلی شانسی و چیز شد، چون بدونه یعنی به عنوان سرگرمی من این کارو شروع کردم و یه شبیه یعنی شکل بیزنس به خودش گرفت، وگرنه هیچ آیدیایی نداشتم که قراره یه همچین اتفاقی بیفته، ولی خب خیلی اتفاق خیلی خوبی بود برام، خیلی جالب بود. هیچ وقت برای اینکه نویسنده یا وکیل بشی کار خاصی کردی دنبالش رفتی یا نه فقط یه ایدهی تو ذهنت موند و دیگه زندگی تغییر کرد؟ ببین من الان مثلا تو این پیج جدیدی که دارم که توی ونکوور بازش کردم خیلی مثلا چیزایی که دوست دارم مینویسم و اینا، ولی نه اینی که بهت بگم دنبال این چیزایی که دوست داشتم تو بچگی رفتم، نه نرفتم و اصلا کلا رشته من بیزنس بود دیگه، هم لیسانسم هم فوق لیسانسم همه توی حیطه بیزنس بود، ولی حالا واقعا شاید یه روزی روزگاری برم دنبال روانشناسی دیگه، من زیگه احوار تا گورم. بهار جون یکم از دیوان برامون بگو، این روزا چی کارا میکنین؟ خوب پیش میره همه چی؟ چجور پلناتون چیه؟ خب ببین دیوان در واقع خیلی اونم شانسی درست شد، یعنی حالا آشنایی من با شریکام اینطوریه که من تنازو که اصلا نمیشناختم وقتی اومدم ونکوور، هستی و مونا رو هم که از فقط یه بار مثلا کار تبلیغات تو ایران با هم کرده بودیم و اینجا خب با هستی و مونا مثلا با هم دیگه همگره دیدیم توی یه مهمونی و شروع کردیم حالا معاشرت کردن با هم دیگه،
تن نازم که من یه چیزی از ایران یه بسته میخواستم و رو پیجم گذاشتم که کی داره میاد مثلا این موقع کانادا و تناز مثلا جزء فالوورای پیج بود. تناز من دارم میام اگه میخوای من برات میارم. اومد و ما اینجا همدیگه رو دیدیم و دیگه یه روز که همه نشسته بودیم با هم دیگه گفتیم که خب بیایم یه سری ایونت مثل ایونت های ایران که دیزاینرها جمع میشن، سمال بیزنس ها جمع میشن، بیایم یه همچین کاری رو توی ونکوور انجام بدیم. و خب الان یک سال و نیمه که داریم این کار رو میکنیم، ولی خب خیلی با ایران متفاوته به خاطر اینکه اینجا ما بیشتر رفتیم تو کامیونیتی ایرانی و خب کامیونیتی ایرانی هم محدوده، سمال بیزنس ها محدودن، دیزاینر ها محدودن، گرچه که حالا خوشبختانه یا متاسفانه انقدر الان سیل آدم داره از ایران میاد که هی دارن بیشتر و بیشتر میشن، ولی داریم سعی میکنیم که تو این مسیر پیشرفت کنیم، برند خود دیوان رو بزنیم، شاخه های دیگه اضافه کنیم که حالا شاخه جدیدش که حتما حتما دعوتی بهش دیوان ویلنس هستش که تم روانشناسی و مدیتیشن و چیزایی که به سلامت روح و ذهن برمیگرده داره و یک کانسپت اصلا کاملا متفاوت با فشنه. برنامه کیدز در پیش داریم دو سه ماه آینده و میگم اصولا داریم این بچه رو داریم آروم آروم سعی میکنیم بزرگش کنیم دیگه. چقدر هم عالی، خیلی خوب. به عنوان یه اینفلوئنسر موفق تو ایران تفاوت‌های کار تو اگه بخوای ایران و ونکوور رو با هم مقایسه کنی چجوری می‌بینی؟ ببین خب خیلی فرق داره. حالا مارکت متفاوته، نوع اپروچ‌هایی که تو مارکتینگ میشه اینجا یه جوره، ایران یه جوره. ایران به خاطر محدودیت‌هایی که هستش توی ابزار تبلیغات توی دیجیتال مارکتینگ و فیلترینگ داستان‌های این مدلی، تنها چیزی که واقعیت در دسترس مردم اینستاگرامه و خب بیزنس‌ها خیلی ازش سود می‌برن تو این داستان. ولی اینجا خب بالاخره دنیای آزاده دیگه، مثلا اد روی گوگل هست، حتی اد روی خود اینستاگرام هست، نمیدونم یوتیوب، خیلی خیلی چیزا SEO خیلی قویه. در نتیجه فکر میکنم که کاملا دوتا داستان مختلفه. پس اینفلوئنسر مارکتینگ تو ایران ترند تره یا هات تره تا اینجا. اینجا اینفلوئنسر مارکتینگ یکی از ابزارهاست برای مارکتینگ، ایران در واقع تنها ابزار مارکتینگ دیگه شده این روزا. ولی در کل من بهت بگم که تاثیر مثبتش توی زندگی من بیشتر بوده، به خصوص بعد از مهاجرتم، چون من وقتی اومدم ونکوور هیچ کس رو نمیشناختم و شاید فقط یه نفر رو اینجا میشناختم و وقتی اومدم تمام این آدمایی که امروز دور خودم دارم، کاری، معاشرتی، دوستی، همه اینا، اینا همه از همین پیجن. یعنی آشنای من با این آدما از شریکم بگیر تا دوستام از طریق این پیج بوده. درجه برای من خیلی اتفاق خیلی بزرگی بود و من واقعا توی این 3 سالی که اینجام به اندازه مثلا یه آدمی که 6 ساله اینجاست تونستم دایره آدمای خودم رو بسازم و برای کارم هم خب خیلی خوب بوده. میتونم بهت بگم که خوبیاش بیشتر از بدیاشه. بهار، نگاتیو کامنت ها یا چالش های کارتو چجوری منیج میکنی؟ خب ببین، اول از همه این که من موقعی که تو ایران بودم کامنت منفی خیلی روم بیشتر تاثیر میذاشت، خستنم هم کمتر بود، ریاکشن زود نشون میدادم، ولی الان انگار دیگه یه جورایی فهمیدم چجوری باید حلش کنم. حالا از مشاورم هم خیلی البته کمک میگرفتم. مثلا اون به من گفت همیشه تو ذهنت نگه دار، نه با تعریف زیاد خیلی خوشحال شی، نه با بدگویی حالا نگاتیو کامنت ها خیلی داون بشی، باید سعی کنی که کارت یه چیزی که باید یه تعادلی رو نگه داری. خیلی پیش اومده برای من که طرف میاد برای من معذرت خواهی مینویسه که مثلا ببخشید که من تو رو قضاوت کردم، من فکر میکردم اینطوری اینطوری اینطوری، ولی الان که یه مدت پیجتو دارم فهمیدم که اصلا مثلا دید من اشتباه بوده. یاد میگیری دیگه، یه ذره فوتوفناشو کم کم یاد میگیره آدم. عالی. چی شد که اصلا ونکوور رو برای مهاجرت انتخاب کردی؟ ببین حالا جالبیش اینه که من اصلا داشتم میرفتم که برم تورنتو و واقعا اومدم که 2 هفته اینجا بمونم و اول کووید بود، یه من بودم و یه هواپیمای خالی. بعد دیگه اومدم اینجا، خب من از بچگی سیتیزن کانادا هستم و بیسمونم همیشه ونکوور بوده
ولی همیشه فکر میکردم ونکوور به درد من نمیخوره چون خیلی آرومه، ساکته. بعد دیگه توی اون دو سه هفته ای که قرار بود بعدش برم تورنتو، دیدم که نه خب چقدر مثلا شلوغ‌تر شده ونکوور، چقدر فان‌تر شده، مثلا یعنی جوون شده انگار. بعد خیلی به دلم نشست و اینکه راست شو بخوای بلیتمو پاره کردم، نامه ها رو پاره کردم، بلیتمو پاره کردم و موندم همین ونکوور و دیگه همینجا موندنی شدم. خیلی هم عالی. به غیر از اینفلوئنسری چه فعالیت های دیگه ای داری؟ یا بهتر بگم تفریحاتت چیه؟ خب ببین، اول از همه اعتراف کنم که ورزش نیست، ولی ایشالا حالا یه روزی ورزشکار میشم. ولی بیشتر کتاب میخونم، پادکست گوش میدم، با دوستان معاشرت میکنم، پیاده روی میکنم و سریال میبینم، بعد با خانواده‌ام ویدیو کال میکنم. سه تا کلمه‌ای که وقتی میشنوی خیلی خوشحالت میکنه چیه؟ ایران، عشق، خانواده. پازیتیو انرژی تو چجوری نگه میداری؟ خب ببینم، من خیلی پادکست روانشناسی گوش میدم، سعی میکنم تا داون میشم واقعا با این پادکست ها و اینا خودم رو سریع بیارم بالا. و موزیک، اینا خیلی روی من تأثیر داره. و ایشالا در آینده نه چندان دور ورزش. دوست داری ایران برگردی؟ آره خیلی خیلی دوست دارم. نمیدونم که روزی برگردم میتونم اونجا زندگی کنم، یعنی اونجا باز خوشحال خواهم بود یا نه، ولی الان چون نمیتونم برم خیلی برام دست نیافتنی و خیلی رویاییه که برگردم. آینده ایران رو برای خانوما چطوری میبینی؟ حالا آرزومه که آیندهش واقعا شبیه رویاهای هممون باشه، یه ایران آزاد، خانوما بتونن بدون هیچ دغدغه‌ای کاری که دوست دارن رو دنبال کنن. چون نمیتونن، تا کی میتونن جلوی خانوما رو بگیرن یا تا کی میتونن زنها رو ندیده بگیرن، اونم زنه ایرانی که واقعا اکثرا باهوش و واقعا همه کار رو در آن باید، هم مادر خوبیان هم بیرون خونه واقعا خانوما اکتیف شدن، موفقن خیلی. یه حدی داره دیگه، تا یه حدی میتونن جلوی خانوما رو بگیرن تو ایران، اون حد برسه پرشه دیگه نمیشه کارش کرد، دیگه عوض میشه و ایشالله به شبیه رویامون میشه. دقیقا. بهترین نصیحتی که شنیدی و دوست داری به بقیه بگی چیه؟ فکر میکنم بزرگترین تجربه خودم و حالا حرفای اطرافیان برام این بوده که همین دقیقه و همین حالی که توشی رو باید دریابی و لذت ببری ازش، چون دیگه تکرار نمیشه. اگه بهار 20 سال پیش رو ببینی اولین چیزی که بهش میگی چیه؟ فکر میکنم بزرگترین چیزی که میگم به خودم اینه که عقلتو بذار جلوتر از دلت. برنامه‌ت برای آینده‌ت چیه به عنوان یه اینفلوئنسر؟ دوست دارم به جایی برسم که برند خودم رو داشته باشم و در کنارش البته برند دیوان، که درآمدم از اون باشه و این پلتفرم ها بیشتر برای پروموت کردن بیزنس خودم باشه و یه سری حالا آگاه سازی و فرهنگ سازی هایی که میشه باهاش انجام داد. راستی بهار، لایوهای پیج تو همینجا ریکورد میکنی؟ نه دیگه، ببین دقت نمیکنی، اون ور ریکورد میکنم، بیا بهت نشون بدم. اینجا قشنگ این رینگ لایترم میارم میذارم، میشینم اینجا، یه چایی هم واسه خودم میریزم، لایوها رو شروع میکنم. الان فکر کنم یه دو سه ساعت دیگه لایوم شروع میشه. خب پس ما دیگه خیلی وقتتو نگیریم، واقعا بهمون خوش گذشت کنارت. مرسی از وقتی که گذاشتی، امیدوارم که به زودی دوباره ببینیم. مرسی از شماها و تیم خوب الف، چون واقعا حالا جا داره که اینو بگم که واقعا ساپورتیوین، به خصوص برای ما که خیلی همیشه بودین تو در دیوان رو خیلی ساپورت کردین، کامیونیتی ایرانی رو خیلی ساپورت کردین و واقعا به نظر من لوکس ترین پلتفرم، لوکس ترین مجله ایرانی اینجا هست. مرسی عزیزم. مرسی از شماها، واقعا خیلی کنارتون بهم خوش گذشت. به ما هم همینطور. خدافظ. خدافظ.